این هفته در کلیک، مجری مجازی Hi, I am Virtual Nima. سوء استفاده از فناوری و حشره پروری. خوش اومدید به کلیک، من نیما اکبرپور هستم. نمیدونم اونجا هوا چطوره، اما اینجا دیگه کاملا حال هوای پاییز اومده و هوا داره سرد میشه و مریضی ها افزایش پیدا خواهند کرد و آمار کرونا هم رفته بالا. اینه که محدودیت ها رو هم دارن افزایش میدن. همین هفته قبل بود که داشتم فکر میکردم اگر میشد یک نسخه یدکی از خودم داشته باشم تا در صورت بیماری یا پیش اومدن مشکل بیاد جای من اجرا کنه چی میشد. این بود که رفتم سراغ ساخت یک نسخه مجازی از خودم. سلامتی اینجا برنامه فناوریه. Hi, I am Virtual Nima. I was created by AI video generation platform Synthesia. It seems that anyone can have a virtual version. What do you think? این فناوری جایی مثل ویدیوهای آموزشی شرکت‌ها به درد می‌خوره. اگه تو فضای ویدیو چهره آشنا دیده بشه یا حتی بشه هر مخاطبی رو با اسم خودش صدا کرد، خیلی خوبه. Hi, thanks for joining me. I am an AI presenter. برای اینکه نیمای مجازی ساخته بشه باید 5 بار دقیقاً یک چیز رو اجرا و ضبط می‌کردم. یه راهکار مشخص برای این کار دارن که باید رعایت بشه. مثلا باید بی حرکت بشینی، دست‌ها تکون نخوره و کلاً زیاد وول نخوری که به نظرم یکم حالت تصنعی داشت. به همین خاطر فکر می‌کردم نتیجه کار هم یکم عجیب باشه. ویدئویی رو که از خودت میگیری با حرکات دهانت ترکیب می‌کنن و صداهایی که بهشون دادی رو هم اضافه می‌کنن، جوری که واقعاً انگار خودت داری میگی. میتونن صدای خودت رو بذارن یا از بایگانی صداهای خودشون استفاده کنن. یعنی نسخه مجازی میتونه هر لهجه‌ای داشته باشه یا حتی به یک زبون دیگه صحبت کنه. اذا كنت اعرف انني استطيع التحدث باللغه العربيه جيدا لما قضيت الكثير من الوقت في دروس اللغه العربيه في المدرسه. Et j'aurais passé toute cette année à apprendre les verbes irréguliers français différemment. しかし今では日本語で YouTube チャンネルを立ち上げて、そこにいる多くの視聴者を引きつけることもできます。Anyways, let's now hear more about this technology from Synthesia's CEO, Victor Ripperbelly. الان فناوری به جایی رسیده که میشه چهره شما رو خیلی باورپذیر بازسازی کرد و به زودی صدا رو هم میشه ساخت. فناوری صدا همین الان هم تقریبا آماده است، ولی حجم بزرگ فایل صوتی نیاز داره که درست کار کنه. معمولاً قاعده اینه که باید حدود 15 تا 20 ساعت توی استدیوی حرفه‌ای ضبط صدا از روی یه متن بخونیم. حالا چرا شبیه‌سازی صدا انقدر سخت‌تر از شبیه‌سازی تصویره؟ دلیل اینکه شبیه‌سازی صدا سخت‌تر از تصویره اینه که شما تصور کنین کامپیوتر چی می‌بینه. اگه بخواین تصویر خودتون رو مثلا با سبک یک دیگه بازسازی کنین، فضای حرکات و حالات ممکن به هر حال محدوده. مثلا فرض کن یکی اینجا نشسته حرف می‌زنه. می‌خوایم تصویرش رو کپی کنیم. خب باید لب‌هاش و حرکات سرش و اینجور چیزا رو هماهنگ کنیم. اگه همین کار رو بخوای با صدا بکنی، حجم داده‌ای که برای تربیت الگوریتم داری به مراتب محدودتره. فرض کنین حتی یکی 2 ساعت حرف بزنه. حتی 2 ساعت حرف هم همچنان در مقابل کل چیزایی که یه نفر میتونه بگه هیچی نیست. ما برای هر کسی که بخواد تصویری آپلود کنه، احتیاج به رضایت کتبی داریم تا مشکلی پیش نیاد. کل فرایند رو دستی بررسی می‌کنیم. آواتارهای سفارشی هم فقط برای مشتری‌های شرکتیه. ولی وجود این فناوری و همین که اساساً چنین چیزی ممکنه به نظر ریسک بزرگیه و امکان سوء استفاده ازش هست. چیزی که موضوع رو برای من ترسناک می‌کنه اینه که خودم رو دیدم در حالی که داشتم حرفایی می‌زدم که واقعاً نزده بودم. به نظرم رسانه سنتتیک به طور کلی جای سوء استفاده داره و این نکته بسیار مهمیه که ما در نظر گرفتیم. هم از دیدگاه فنی، هم از دیدگاه آموزشی. به نظر من هر فناوری میتونه کاربرد خوب و بد داشته باشه. فکر نمی کنم از این نظر دیپ فیک فرق اساسی داشته باشه با جعل متن یا تصویر یا توییت. و اینا همه در 20 سال گذشته بوده. منتها قطعا نکته یه که باید حواسمون بهش باشه. برای بسیاری از ما سال 2020 سال گیر کردن تو خونه بوده. حتی خیلی از کسانی که از موندن تو خونه لذت می‌بردند حالا دیگه صداشون در اومده.
برای عده‌ای بودن تو خونه با همسر یا شریک زندگی یک فرصت خوبه و برای عده دیگر برعکس عذابه. بیماری‌های روانی ناشی از خونه نشینی در دوره ویروس کرونا افزایش پیدا کرده و همینطور خشونت خانگی هم اخبار نشون میده که زیاد شده. نکته غم انگیز اینه که فناوری این مسئله رو آسان‌تر کرده. در رابطه خانوادگی من خشونت بیشتر به شکل بدرفتاری عاطفی بوده تا خشونت فیزیکی. زخم زبوناش مثل کتک زدنه. ترکیب این رفتارها با فشارهای عصبی دوره قرنطینه فشار روانی زیادی به آدم تحمیل میکنه. از اون طرف مشکلات مالی هم جای خودش رو داره. میدونین من متوجه شدم از نظر مالی کنترل زیادی روم هست و کنترل روی میزانی که میتونستم کار کنم. بعد فهمیدم که اون چقدر توانایی های منو برای کار کردن محدود کرده. کیت و سو اسامی هستند که ما روی مصاحبه شونده گذاشتیم تا هویتشون برای ایمنی مخفی بمونه. داستان این دو مثال هایی از بدرفتاری های زیادی که در دوره قرنطینه اتفاق افتاده. همون چند هفته اول پلیس بریتانیا هر 30 ثانیه یک تماس مرتبط با خشونت خانگی داشت. پارسال فقط در بریتانیا حدود 2.5 میلیون خشونت خانگی گزارش شده. خیلی از این موارد هم اصلا جایی ثبت نشدن. وقتی خواستم ازش جدا بشم فهمیدم که اون از طریق گوشی منو زیر نظر داشته. اینکه کجاها میرم، اینکه چه مدتی از وقتم از تلفنم استفاده کردم. اطلاعاتی که باهاش همرسانی شده بود. استفاده از فناوری برای آزار دیگران هر روز بیشتر و بیشتر میشه. قربانیان بیشتر وقتها از اپهایی شکایت کردند که گوشی یا کامپیوتر اونها رو ردگیری میکنه یا اینکه زندگیشون توی خونه با دستگاه‌های هوشمند زیر نظره. وقتی اون از خونه رفت بیرون فهمیدم که از طریق دوربین زنگ در خونه من رو زیر نظر داشته. اگه میخواستم میتونستم باتری دوربین رو در بیارم اون از کار بندازم. اما فکر کردم کار درستی نیست چون اون بعدش من رو متهم میکرد که با این کار امنیت و ایمنی بچه ها رو به خطر انداختم. نگران بودم از من به پلیس شکایت کنه و بگه من مادر بدی بودم. کیت از سازمان خیریه رفیوج که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت میکنه خواست تا بهش کمک کنند. چنین خشونت هایی شاید برای هر کسی اتفاق بیفته. با این حال زنان هنوز 3 برابر بقیه ممکنه خشونت و بدرفتاری رو تجربه کنند. مؤسسه خیریه ریفیوج میگه در بیش از 70% تماس ها با این مؤسسه به سوء استفاده از فناوری برای اعمال خشونت اشاره شده. قانون خودشو بالاخره با این مسئله سازگار کرده. در بریتانیا پیشنویس قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی تصویب شده که استفاده از فناوری رو بخشی از مشکل میدونه. طبق این قانون استفاده از فناوری برای دنبال کردن و همینطور جاسوسی از شریک زندگی، همسر یا همسر سابق غیرقانونی محسوب میشه. اما فراتر از مسائل قانونی بحث مفصلی راجع به خود محصولات فناوری در جریانه. اینکه طراحی این ابزارها باید طوری باشه که جلوی سوء استفاده ازشون در مواردی مثل خشونت خانگی رو بگیره. این خیلی مهمه که درک کنیم داریم از مرحله تنظیمات خصوصی در کامپیوترهای شخصی عبور میکنیم و هممون الان به جای کامپیوتر شخصی به استفاده از گوشی‌های هوشمند عادت کردیم. تو خونه هم از دستگاه‌های مشترک استفاده میکنیم. اغلب کسانی که در خشونت خانگی دست دارن مرد هستن. همون کسی که دستگاه رو خریده، تعمیر و نگهداری و همینطور غیر قابل استفاده کردن اونو به عهده داره. این کارها به فرد توانایی میده که کنترل زیادی داشته باشه، هم بر روی محیطی که درش هستن و هم بر تنظیمات شخصی دستگاه. گروه کوچیکی از کارکنان شرکت IBM برای رفع این مشکل تلاش کردند. اونها برای شرکت‌های تولید کننده فناوری اصولی در نظر گرفتند. همون اول کارمون دیدیم برای کسایی که با خشونت از طریق فناوری روبرو هستن راه کمک و راهنمایی هست، اما تمرکز اصلی ایمن بودن بر این گذاشته شده که خودتون فناوری رو یاد بگیرین. ما معتقدیم که بار اصلی ایمنی نباید فقط روی دوش کاربران نهایی بیفته و حداقل بخشی از مسئولیت باید روی شونه طراحی متفکرانه تولیدات باشه.
فرستی که IBM فراهم کرده بسیار طولانیه، اما چند تا نکته جالب داره. مثلا جاهایی که یک کادر بی‌آزاری است و معمولا آدما پیام‌های محبت‌آمیز توش می‌نویسن، یا مثلا وقتی صحبت از بانکداری اینترنتی میشه، وقتی کسی پولی رو حواله می‌کنه معمولا یه جایی هست برای اینکه شماره ریفرنس توش اضافه کنن یا یه یادداشت که همراه اون ارسال پول بنویسن. حتی برخی از اون جاها استفاده می‌کنن برای اعمال خشونت. یک پیشنهاد برای حل این مشکل اینه که دستگاه‌ها هوشمند بشن و خودکار به خودشون نظارت کنن و مراقب سوء استفاده باشن. لحن بد یا رفتار بد رو تشخیص بدن و جلوش رو بگیرن. اما اجرای بعضی از تغییرات سخت‌تره و باید بیشتر راجع بهشون فکر کرد. اگه دستگاهی که تو خونه استفاده می‌کنیم سامانه مشخصی برای هشدار داشته باشه و زمانی که از راه دور فعال میشه معلوم باشه که از طرف کی فعال شده، چرا و چه زمانی، این مسئله کار رو برای خلافکارها سخت می‌کنه و دیگه نمیتونن حقیقت رو تحریف کنن. هرچه استفاده از فناوری بیشتر و فراگیرتر بشه، فوریت پیدا کردن راه حل برای این مشکلات هم بیشتر احساس میشه. هرچی که داشتم دست دوم بود. هوشی دست دوم، لپتاپ دست دوم. اون از قبل حسابای کاربری اونا رو تنظیم کرده بود. حساب کاربری مشترک خانوادگی رو فعال کرده بود. همه جای خونه دستگاه رنگ و رنگ الکسا بود. اون میتونست وقتی ما خونه بودیم بره خونه یه نفر دیگه و از اونجا به دستگاه های الکسا زنگ بزنه. از نگرانی های دیگه اپلیکیشن های خانوادگیه، یعنی اپلیکیشن هایی که ما ازشون استفاده میکنیم برای تأمین امنیت بچه ها و کودکان. اما وقتی صحبت از خشونت خانگی میشه، برخی از این اپلیکیشن ها و از این امکانات رندانه سوء استفاده میکنند، برای اینکه اساس کار این اپلیکیشن ها در واقع همرسانی اطلاعات بین اعضای خانواده است. با اینکه داده‌های مکانیابی نقشی مرکزی در کارکرد اپلیکیشن‌ها دارند، خیلی‌هاشون به کاربر خبر نمیدن که داره ردیابی میشه یا مدام کاربر رو وادار می‌کنن تا تنظیمات مکانیابی رو فعال کنه، حتی وقتی این تنظیمات رو قبلاً و به طور آگاهانه غیر فعال کرده. اما همه خبرها بد نیست. اپلیکیشن هایی با طراحی بهتر به کار گرفته شدن، مثل اپ مونزو که برای فعالیت های بانکی آنلاین طراحی شده. در بخش Share with Us یا همرسانی با مای اپلیکیشن، کاربران میتونن مستقیم به بانکشون پیام بفرستن و هیچ ردی از این ارتباط به جا نمیمونه. از اونجایی که زندگی دیجیتالی ما با زندگی واقعیمون به هم پیچیده و در هم تنیده شده، این مسائل بیشتر و بیشتر خودشون رو نشون میدن. من فکر میکنم شرکت ها باید برای این مشکلات جوابی داشته باشن. شما دارید با یه نفر زندگی میکنید و حساب کاربریتون با یه ایمیل مشترک ثبت شده. وقتی مشکلی بینتون پیش میاد، دیگه نمیتونید به حساب کاربریتون دسترسی داشته باشید و هیچ اصلاح و تغییری توش ممکن نیست. پس گیر میافتید. اون من رو از حساب کاربری مشترکی که با هم توی سایت آمازون داشتیم بیرون انداخت، در حالی که همه پرداختامون توی آمازون با کارت اعتباری من بود. من به آمازون زنگ زدم و بهشون گفتم که نمیتونم حسابم رو ببندم و کارتم رو غیر فعال کنم. اونا گفتن متاسفیم، شما باید از بانکتون درخواست کنید تا کارتتون رو باطل کنه. گوشی من با اپل آیدی اون ثبت شده بود. من حتی فکرش رو هم نمی‌کردم که داشتن اپل آیدی اینقدر مهمه. حالا می‌فهمم. سه بار با شرکت اپل تماس گرفتم. آخرش گفتن تنها راه اینه که صاحب حساب کاربری کد ورود به حساب رو به هم بده. طراحی بهتر محصولات فناوری برای مقابله با سوء استفاده از این تولیدات و جلوگیری از رفتارهایی مثل کنترل و ردگیری دیگران میتونه حریم خصوصی و امنیت هممون رو بهتر کنه. اما صدها میلیون نفری که سالانه قربانی خشونت خانگی میشن، بیشتر از این نمیتونن منتظر تغییر بمونن. من یهو متوجه شدم که توی شرایطی هستم که انگار یه حبابی دورمو گرفته. نمیدونستم چطور باید خلاص بشم. همه پولا پیشمون بود. جلوی کار کردنمو گرفت. بچه ها تو خونه هستن و توی خونه درس میخونن، چون اون خیلی نگران ویروس کروناست. همه ما توی این حباب توی خونه گیر افتادیم. وقتی از خونه میرم بیرون، اون میتونه با ردگیری ساعت یا گوشی یا آیپدم جای منو پیدا کنه. من یهو متوجه شدم که راجب زندگی خودم و بچه ها اختیاری ندارم و اون همه چیزو کنترل میکنه. یه بار با خودم گفتم وای، باید خودم از این گرفتاری خلاص کنم. این هفته اتحادیه اروپا آمازون رو متهم کرد از موقعیت برترش در بازار سوء استفاده کرده.
چین قوانین تازه‌ای برای محدود کردن قدرت شرکت‌های اینترنتی در این کشور پیشنهاد داد. و اینستاگرام گفته برای تشخیص محتویات مرتبط با خودجرحی و خودکشی از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد. مطالبی که قوانین اینستاگرام رو نقض کنن کمتر دیده خواهند شد یا در مواردی حذف میشن. فروشگاه عظیم والمارت در آمریکا تصمیم گرفته کارکنان روبوتیش رو اخراج و اونا رو با انسان جایگزین کنه. در 3 سال گذشته ربات‌ها در 500 فروشگاه کار کنترل موجودی اجناس والمارت رو به عهده داشتن. در 4مین رویداد اپل در سال جاری میلادی، این شرکت از نخستین کامپیوترهای مجهز به پردازنده M1 ساخت خودش رونمایی کرد. اپل میگه با پردازنده جدید، کامپیوترهاش بدون معطلی از خواب در میان، دوام باتریشون بیشتره و باهاشون میشه اپهای آیفون یا آیپد رو اجرا کرد. و در آخر، ویرجین هایپرلوپ برای اولین بار ایده مسافرت فوق سری از طریق لوله‌های مکشی رو با مسافر به آزمایش گذاشت. البته خیلی هیجان زده نشین. در این سفر آزمایشی، اتاقک حاوی 2 کارمند این شرکت با سرعت 160 کیلومتر طی 15 ثانیه فقط 500 متر جابجا شد. خشونت خانگی مرز جغرافیایی نمیشناسه و با وجود قرنطینه در بسیاری از کشورها داره خودشون نشون میده. آفریقای جنوبی بالاترین آمار خشونت خانگی رو داره و در این کشور آمار تجاوز و تعرض جنسی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. در هر 3 ساعت 1 زن در این کشور به قتل میرسه و 51% از زنان به نوعی خشونت رو تجربه کردن، نه از سوی غریبا، از طرف اطرافیانشون. نگاه غالب در بسیار از کشورها از جمله آفریقای جنوبی اینطوری که در انتها این زنان هستند که مقصرند و باید شرمسار باشند. حتی کسانی که وظیفه‌شون حمایت از زنان هست چون این برداشتی دارند. یک چتبات به نام رینبو برای کاربران آفریقای جنوبی را اندازی شده با این هدف که تغییری ایجاد کنه. Abuse is an isolating experience. Victims often feel uncomfortable talking to friends or family. این چتبات از کاربران دعوت میکنه توی برنامه‌هایی مثل آزمون یا داستان شرکت کنند تا بهتر مفهوم ابیوز رو درک کنند. واژه انگلیسی ابیوز طیفی از معانی مختلف رو در بر میگیره. بدرفتاری، سوء استفاده، تحقیر، بدزبانی، تجاوز و غیره. این چتبات به کاربران یاد میده چطور بفهمن درگیر یک رابطه ناسالم هستند. بعد به قربانیان کمک میکنه تا از خودشون دفاع کنند. دوبار به هم تجاوز شد. فکر میکنم این اتفاق به این علت افتاد که حق و حقوق خودم رو خوب نمیدونستم. خطوط قرمزی که به هم نشون میداد در خطر هستم رو نمیدیدم و درک درستی از این موضوع نداشتم که طرف مقابل پاش رو از گلیمش درازتر کرده. فکر میکردم این منم که دارم از نشانه ها برداشت اشتباه میکنم. اسم ایشون هست تولی. اسم واقعیش این نیست، ما اینطوری صداش میکنیم. اون تنها نیست. پارسال 42 هزار زن در آفریقای جنوبی قربانی تجاوز شدند. وقتی با هم بیرون بودیم اونا پول زیادی برای من خرج میکردن و من احساس خاص بودن میکردم. وقتی اون اتفاق افتاد من به جای اونها خودم رو سرزنش کردم، چون فکر کردم این همه پول خرجم شده بود. من از حقوقم دفاع نکردم. موضوع اینه، خیلی از دخترها در آفریقای جنوبی همین مشکل رو دارن. تولی با شرکت در چتبات رینبو یاد گرفته حق و حقوق خودش رو بشناسه. چیزی که یاد گرفتم و شاید برای دیگران هم آموزنده باشه اینه که آدم‌ها برای کارهایی که می‌کنن باید اجازه بگیرن. قبل از اینکه یک نفر لمستون کنه باید ازتون اجازه بگیره. یاد گرفتم اگر آدم‌ها بدون اجازه دست درازی کردن باید کارشون رو گزارش کنن.
بعد از اینکه در دوره قرنطینه سوء استفاده و بدرفتاری زیاد شد، عده‌ای از افراد مشهور و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی با نفوذند، تصمیم گرفتن آگاهی عمومی درباره این مسائل رو بیشتر کنند. در آفریقای جنوبی تیندای شچیتیما، ستاره فیلم کوکاف شبکه نتفلیکس، از حرکتی که در چتبات رینبو شروع شده حمایت کرد. این چتبات الان 18,000 کاربر داره. دوست پسر سابقم منو تعقیب میکرد و در اینترنت آزارم میداد. شخصا فکر نمیکردم داره سوء استفاده میکنه و آزارم میده، تا اینکه دچار افسردگی شدم. دیگه خودم نبودم. یادمه داشتم با خالم حرف میزدم که گفت ای خدا این مرد چقدر تو رو دوست داره، چون که مرتبا تعقیبم میکرد. اما این پیگیری هاش زهرآلود بود، واقعا وحشتناک بود. افسرده شده بودم و دیگه درست غذا نمیخوردم. بعد چتبات رینبو رو پیدا کردم و فهمیدم که زنان میتونن در یک محیط دوستانه و بدون اینکه کسی قضاوتشون کنه با یه چتبات درد دل کنن. چه کار خلاقانه ای. اگه قبلا از این چتبات با خبر بودم، درباره شرایطی که توش گیر افتاده بودم آگاهی بیشتری پیدا میکردم. دلم خواست بدونم میتونم به پلیس گزارش بدم؟ میتونم وکیل بگیرم؟ چه راههای قانونی برام وجود داره؟ این چتبات طوری طراحی نشده که دربارتون قضاوت کنه. بهتون نمیگه از شریک زندگیتون جدا بشید. کار این چتبات اینه که راه حل پیش پاتون بذاره و تشویقتون کنه تا از خودتون دفاع کنید. در چند سال گذشته ما بیشتر و بیشتر به سراغ خوراکی‌های کامپیوتری رفتیم. منظور کانتینرهای بزرگ با ترکیب ویژه مواد مغذی و کود هست که توشون محصول به بار میشینه. شاید توت فرنگیه که در پاریس دیدیم رو یادتون باشه، یا اون سالاد خوشمزی که تو لس آنجلس میخواستم درست کنم. بعد این 3000 سس بدم. هدف این کار اینه که هم شرایط محیطی تحت کنترل باشه، هم خوراکی در فاصله کمتری از مصرف کننده تولید بشه. اما حالا یک فکر جدید داره مطرح میشه. به جای میوه و سبزیجات، حشره کشت کنیم. اینجا وود فارمه، یک کسب و کار خانوادگی در زمین‌های سرسبز کمبریج‌شایر انگلستان. چارلز و جو نسل چهارمی خانواده کشاورزن. اینجا 28,000 مرغ آزاد دارن. و تازگی 6 میلیون تخم مگس هم گرفتند. نترسید، اینا غذای مرغ است. اینجا همیشه به مرغ‌ها گندمی رو که توی همین منطقه آسیاب شده می‌دادند، ولی به لطف این کانتینر کشت که با هوش مصنوعی کنترل میشه، اخیراً حشره هم به منوی غذا اضافه شده. با این سامانه میشه محصولات جانبی رو همینجا در محل تبدیل کرد به خوراک با کیفیت و پر پروتئین برای حیوانات. هوای محیط کنترل میشه. کل سامانه در واقع یک تعداد سینیه که روی چرخهای روباتیک حرکت میکنند. توی هر کدوم حدود 20,000 لارو مگسه که غذاشون به صورت مایع تامین میشه. همه چی با این صفحه روی دیوار هدایت میشه، با یک اپلیکیشن که اون هم در حال تکمیله. معمولا مرکز صنعتی پرورش حشره لارو رو در مرکز خودشون پرورش میدن و بعد برای مشتری ها میفرستن. مؤسسه بتر اوریجین که وابسته به دانشگاه کمبریج، این طرح آزمایشی رو اجرا کرده. میگن هدفشون اینه که تولید حشره رو به خود کشاورزها و مرغداران واگذار کنند. شما خوراک حیوانات رو در نظر بگیرید، فواصل طولانی طی میکنه تا برسه به مزرعه. مثلا سویا معمولا از برزیل میاد. اگه همونجا در مزرعه این سامانه رو داشته باشین، حمل و نقل کم میشه و نه یه ذره دو ذره، تقریبا صفر میشه. اما هوشمندانه ترین بخش این سامانه اون هوش مصنوعیه که حشره ها رو رصد میکنه. تعدادی حسگر داره که با هم مرتبطن و تبادل داده میکنند، از دما و رطوبت گرفته تا حرکت و پهاش محلول ها. سامانه بینایی کامپیوتری بررسی میکنه با چه سرعتی خوراک رو مصرف میکنند و چقدر حرکت میکنند. این اطلاعات رو میدن به یک شبکه عصبی تا بفهمن عملکرد و وضعیت هر سینی حشره چطوره، آیا خوراک بیشتری نیاز دارند، سالمند یا نه، تا اگه مداخله ای لازمه مزرعه دار انجام بده. طبعا مهمترین مسئله برای مزرعه دارهایی مثل چارلز اینه که کاربردش راحت باشه و مرغ‌ها هم راضی باشن.
در چند تا آزمایشی که ما انجام دادیم وضع پرنده ها از نظر سلامت گوارش عالی بوده. پوشش پر پرنده ها هم عالی بوده. در نتیجه فکر کنم این احتمالاً بهترین خوراک مغذی بوده که تا حالا داشتیم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. من از همراهیتون تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.